الحمد لله رب العالمين، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های رایج دنیا را در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه